تراشه نورالینک در سال 2022 به مغز انسان میرسه. ایلان ماسک معتقده که اگر از یک زبان جهانی استفاده بشه، طریقه صحبت کردن ما به طرز چشمگیری ارتقا پیدا خواهد کرد. زبان این ابزار ارتباطی دیرینه در گذر زمان یا تکامل پیدا میکنه و یا از بین میره. اساتید زبانشناسی اتفاق نظر دارند بین 50-90% زبانهایی که در اوایل قرن 21 مورد استفاده قرار میگیرند به احتمال زیاد تا سال 2100 منسوخ خواهند شد. ایلان ماسک معتقده تراشه مغزی نورالینک طی چند سال آینده توسعه پیدا میکنه و نحوه ارتباط ما رو ارتقا میبخشه. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. اگه دوست دارین درباره تراشه نورالینک بیشتر بدونین، این ویدیو رو از دست ندین. اما ازتون میخوایم سابسکرایب کردن به چنل و روشن کردن زنگوله رو فراموش نکنید. نحوه کار نورالینک. در 9 آوریل 2021 نورالینک از تراشه مغز خود در یک میمون رونمایی کرد. این تراشه به میمون امکان بازی کردن با کامپیوتر رو میداد. حالا این دستگاه دقیقاً چی کار میکرد؟ این دستگاه توی مغز حیوان در طول بازی داده های عصبی رو ضبط میکرد و حرکات رو پیشبینی میکرد. این تراشه با استفاده از 2000 الکترودی که به قشر حرکتی مغز متصل میشه، سیگنال های الکتریکی مغز رو ضبط و رمزگشایی میکنه. این تراشه که به اندازه یک سکه است، توسط رشته هایی به رسانه هایی که درون مغز کاشته شدند متصل شده. روند نصب تراشه توی مغز نسبتاً ساده است و نورالینک ادعا میکنه رشته های تراشه مغزی بسیار ظریف هستند و با دست انسان قابل نصب نیستند. ادعای ماسک در مورد تراشه نورالینک. ماسک گفته که این فناوری برای مغز ایمنه و میشه به راحتی اونو جدا سازی کرد. بنابراین تنها مانع نورالینک برای رسیدن به آزمایش‌های انسانی تاییدیه سازمان غذا و داروه. ماسک در ادامه گفته که استانداردهای ما برای کاشت این دستگاه بالاتر از اون چیزیه که مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار میگیره. استانداردهای ما برای امنیت این دستگاه از اون چیزی که دولت آمریکا میخواد هم بالاتره. ماسک به تازگی در توییتی یک بار دیگه زمانبندی خود برای سال 2022 رو تکرار کرد و اعلام کرد که پیشرفت نورالینک زمانی که این دستگاه سال آینده در مغز انسان‌ها قرار بگیره سرعت خواهد گرفت. ماسک گفت این اتفاق بزرگیه. من نمیخوام بی دلیل امید بدم، اما مطمئنم که این اتفاق رخ خواهد داد. تراشه های نورالینک علاوه بر بازگرداندن توانایی حرکت به افراد ناتوان، میتونن در درمان اعتیاد و افسردگی هم مفید باشن. ماسک فرایند قرار دادن تراشه رو هم توضیح داده. این فرایند شامل برداشتن بخشی از پوست سر، وارد کردن الکترودها به وسیله ربات به مغز و قرار دادن تراشه است و تنها زخم کوچکی باقی میمونه. اون همچنین اعلام کرد که این فناوری میتونه تبدیل به رابطه مغزی کامل در طول 25 سال بشه و به ارتباط میان انسان و هوش مصنوعی کمک کنه. اهداف درمانی تراشه مغزی نورالینک. رشته های موجود در این چیپ الکترودهای بیشتری دارند و این به معنای دریافت اطلاعات بیشتره. این رشته ها به اندازه سوزن های سفت آزاردهنده نیستند. با این حال اشیای خارجی در مغز به مرور زمان تجزیه شده و اجسام کوچکتر سریعتر دچار این اتفاق میشن. یکی از اعضای تیم در مراسم رونمایی اعلام کرد که یکی از اصلی ترین چالش ها برای نورالینک اطمینان حاصل کردن از این بود که دستگاه بتونه برای دهه ها در محیط مغز دوام بیاره. ماسک در مراسم رونمایی اعلام کرد که این دستگاه میتونه
به رفع برخی از مشکلات عصبی مثل از دست دادن حافظه، سکته مغزی، اعتیاد و غیره کمک کنه و یا سلامت کاربران رو تحت نظر داشته و اگر خطر حمله قلبی مشاهده شد به اونها هشدار بده. اون در رویداد سال گذشته گفته بود که نورالینک میتونه روند کاشت تراشه رو ساده و بی خطر مثل عمل لیزیک چشم بکنه. اون امسال اعلام کرد که این عملیات میتونه بدون بیهوشی و کمتر از یک ساعت انجام بشه. آیا تراشه نورالینک مستقیماً در جمجمه قرار میگیره؟ خوشحالمون میکنید اگر نظرات و هر آنچه در مورد این تراشه میدونید رو برامون کامنت کنید. و اگر این ویدیو رو دوست داشتین روی دکمه لایک بزنید. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.